متخطی های حقوق بشری طالبان در کانون توجهی سازمان ملل ریچارد بنت گزارش خود را امروز به مجمع عمومی ارائه می سلام به شما به خبر شش از افغانستان انترنشنل خوش آمدید سرخط خبرها ادامه اعتراضات به کشتار ماجران افغان در جمهوری اسلامی شماره از افغان در شهر هامبورگ با تجمع اعتراضی خانه تحقیق شدند صبح امروز انفجار در نزدیکی یک آموزشگاه دختران رخ داد که در آن فرزندان بیگناه ما شهید و تعداد هم زخمی شدند انفجار مرگبار در بلوچستان پاکستان هفت نفر به شمول پنج کودک کشته هفده تن دیگر زخمی شدند شهباز شریف محکوم کرد to... ایالات متحده اکنون یک کشور اشغال شده است و تجدید کارزارهای انتخاباتی در امریکا چهار روز مانده تا انتخابات ترامپ و هریس بر ایالتهای چرخشی متمرکز شدند و در خبرهای ورزشی امروز پایان مسابقات انتخابی مشتانی افغانستان 13 ورزشکار برتر عضویت تیم ملی را کسب کردند ریچارد بنت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر آخرین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان را امروز به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه میکنه این گزارش حاوی جزئیات تکان از تجاوز جنسی افراد طالبان و برخ از زنان معترض در زندان های این گروز این گزارش که نسخه آن قبلا نشر شده با واکنش های گسترده روبرو شده آقای بنت بیشتر در گفتگوی با رادیو سازمان ملل گفته وضعیت حقوق بشر در افغانستان به ویژه برای زنان دختران اقلیت های قومی و مذهبی رسانه ها و جامعه مدنی در حال بدتر شدن است او از کشورهای آمی افغانستان خواسته این کشور را فراموش نکنند گزارش نقض حقوق بشر طالبان روی میز سازمان ملل ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل یافته های گزارش اخیر خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به این سازمان ارائه می کند. این گزارش حاوی جزئیات تکان دهنده از آزار و تجاوز جنسی بر زنان در زندان های طالبان است در این گزارش معترز به سرکوب زنان معترض به حجاب مورد نظر طالبان اشاره شده با این روایت که برخی از این زنان معترض به حوزه های پلیس انتقال یافته و در آنجا با خشونت کلامی و فیزیکی مواجه شدند بنت در گزارشش گفته که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان بیش از پیش آزار و اذیت علیه زنان و دختران را نهادی نمی کند. واکنش به قانون امر به معروف طالبان نیز ادامه دارد. در تازه ترین مورد جاستین ترودو نخست وزیر کانادا فرمان جدید طالبان مبنی بر ممنوعیت شنیده شدن صدای زنان در اماکن عمومی را حولناک و تلاش عمدی برای محو زنان از جامعه خوانده است. وزارت خارجه بریتانیا هم گفته برای پاسخگو کردن این گروه در زمینه های نظیر حقوق بشر مبارزه با تروریسم و دسترسی مردم به کمک های بشر دوستانه تلاش می کند. همکار محمد ایدری این خبر را دنبال کرده در استودیو با است حامد بسیار خوش آمدید به برنامه گزارش بنت چه میگه بهرام جان گزارش منیت قرار است چیزی که در خبر آمد امروز تا ساعت بعد در مجموعه می گزارش کنند نشر و بسیار تکان دهنده گزارش داره مثلا در بخش از این گزارش آمده که در سال در ماهای اخیر وضعیت زنان در افغانستان به شدت بدتر شده و خصوصا طالبان با محدودیت های تازه که زنان وضع کرده افغانستان به یک کشور در دنیا تبریک که زنان در یک وضعیت بسیار بد و تارکی بسر میبرند نکات کلیدین گزارش است که در بین زنان رو مشکلات روانی جنسی در حال گسترش هست زنان با مشکلات بسیار گسترده روانی و حتی معیشتی مواجه هستند در بخش از پاسگاه های پلیس وقت زنان معترض بازداشت میشن اینا مورد آزار اذیت کلامی و حتی فیزیکی قرار میگیرند همچنان در بین زنان خودکشی به شدت رایج پیدا کرده و این میتونه حداقل یک زنگ خطر برای نسل های بعدی افغانستان به وجود جوانان و مردان باشه که با توجه به ایدئولوژی طالبان در جامعه در افغانستان در حال گسترش اون هست برای زنان بسیار خطرناک باشه و میتونه در افغانستان به کشور تبدیل کنه که حداقل در اونجا دیگر زنان به عنوان یک انسان نباید به شمار بروند این گزارش نسخه پیشنهادی هم داده که چه باید شو یا نشه یا فقط خب در باید چه باید مشخص هم به جامعه جهانی داره و تاکید کرده اون که جامعه جهانی در قبال افغانستان تعهد کرده نباید افغانستان فراموش بکنه خواستار یک استراتژی منسجم در قبال افغانستان شده و گفته باید جامعه جهانی منفعت کشورهای منطقه را کنار بگذاره و آنچه که منافع مردم افغانستان هست در نظر بگیره و در یک راهکار و یک نقشه رای منسجم در قبال افغانستان روی دست در او منافع افغانستان به وجه زنان و جامعه مدنی هم در نظر گرفته شود این اولین بار نیست که چون این شکایت های بخصوص در پیوان افغانستان از طرف کسان مثل آقای بنت صورت میگیره چرا تو هنوز م... یک, یک... دید مشخص و واحد در پیوند به این موضوع از طرف جامعه جهانی دیده نمیشه تحلیل از چه قرار است؟ خب در آغاز خوشبین ها این بود در زمان طالبان دوباره به قدرت رسید که حداقل طالبان تغییر کرده و میتونه وارد جامعه و حزم جامعه افغانستان شد و روابطی که با کشورهای منطقه و جامعه جهانی پیش از سقوط کابل یا پیش از سقوط جمهوریت برپا کرده بودند و آن وعده هایی به مردم داده بودند مردم جامعه جهانی به باور بود اما ما دیدیم که حداقل آهسته آهسته طالبان آن چهره اصلش به گفته جامعه نهادهای بشری و زنان متعرض ادعا دارند چهره اصلی خودشان نشان داده و روز به روز مدیات علیه بیشتر و حالا جامعه جهانی خود روایت های جامعه جهانی هم تغییر کرده در سطح نخست وزیرها در سطح وزرای خارجه نسبت به آنچه عملکرد طالبان هست انتقاد های شدیدی متوجه طالبان هست و تاکید دارند باید طالبان پاسخگو شود نشان می که جامعه جهانی روز به روز فضا را بر طالبان تنگتر کرده روان است و این که حداقل در سه سال خود طالبان نتوانسته به مشروعیت جهانی بگیره خود نشانده این این, نشانده این هست که دقل جامعه جهانی در قبال افغانستان به تفاوت نیست و آیسا آیسا داره بحران های دیگه که در جهان جمع شوه ممکن است متوجه متوجهشون به طرف افغانستان توجه بیشتر بکنن آنچه خود طالبان هم به با این باور هستند دقل ما به برخل نزدیک های طالبان که صحبت ما به این باور هستند که ممکن است با جمشتن بحران در اوکراین خواهر میانه دیگه توجه جهان به افغانستان بیشتر شود و وضعیت در این گونه ماند و خود طالبان بارها گزارش جامعه جهانی و با گجر چارت بینید و نهات های قبشه را رد کرد و این گونه گزارش ها را مغرزانه خواندند خامده از حضور در برنامه سپاس کزار است بریم به بر ادامه خبرها شما را از اعضای جامعه مدنی و افغان های مقیم هامبورگ امروز در اعتراض به کشتار ماجران افغان در منطقه مرزی کلگان ایران و نقض حقوق زنان و کودکان توسط طالبان تظاهرات کردند معترضان خواست عدالت برای ماجران تیر باران شده توسط نیروهای مرزی جمهوری اسلامی شدند. همکارم ادریس جویاز محل برگزاری این تجمع در شهر آنبورگ آلمان با ما وصل شده. ادریس میبینم خود در محل هستی. اونا کی هستند که تجمع کردن و هدفشان چی هست؟ بهرام خب همونطور که احتمالا در پشت سر من دیده میشه یک موتری آماده است که از اینجا تا به شهرداری شهر هامبورگ را در واقع افغان های ساکن هامبورگ پیاده تایی بکنند و هدفشان هم اجرای عدالت در قبال مهاجرین بیدفاع افغانی گفته شده که در مرز کلکان در تاریخ 22 میزان جایی که یا روزی که حداقل منابع حقوق بشری ایران اطلاع دادند که یک گروهی از مهاجران افغان در حال عبور از این مرز بودند که دست کم البته آمار زد و نقیس هست 260 نفر گفته شده در برخی از منابع هم کمتر و یا بیشتر گفته شده که جانهایشان را به وسیله تیرباران مرزبانان ایرانی از دست دادن و این مردم و این هموطنان ما آمدن تا اعاده عدالت برای آنها داشته باشند و از طرف دیگه هم گفته شده که وضعیت حقوق بشری در داخل افغانستان زیر حاکمیت طالبان به شدت نگران کننده است و آنها خواستار این هستند که وضعیتی که در واقع اداره طالبان بر زنان بحث کردن با این مارش که اگر تصویربردار من کمک بکنم من یک بیرق خیلی کلان از افغانستان از دوره جمهوریت را می بینم که در حال آمادگی هست و فکر می کنم که حداقل مترش پنج یا شش متر شایدم بیشتر باشه مردم در حال آمادگی هستند تا این مارش و این تظاهرات را انجام بتن که در این قسمت از در واقع مردم ها و خانم هایی استاد هستن که تابلوها و چه در واقع پلاکارت هایی به دست دارن به سه زبان نوشته شده که مهاجرت جرم نیست مکاتب دختران را باز بکنین و هدف این هست که صدای زنان و صدای مهاجرین به گوش جهانیان شنیده شود در کنار ما. یکی از برگزار کنندگان این مجموعه هست خانم ساغری میشه که شما بیشتر برای ما توضیح بدین که هدف و در واقع برنامه شما چه هست و به دنبال چه هستین امروز سلام دوید بر شما آقای جویا شما در جریان هستین که در از سه سال هست مردم در افغانستان در خفقان زندگی میکنن به خصوص در مرکزیت این اعتراض زنان و دختران افغانستان هستند که از حق حقوق اجتماعی، فرهنگی، سیاسی باز ماندن به خصوص اصلا کلا زنان و دختران در خانه حذف شدن به همین دلیل ما خواستیم این اعتراض استفاده کنیم نه تنها برای مهاجرین که در کشورهای همسایه مثل ایران، مثل پاکستان، مثل یونان، مثل ترکیه از حق حقوق خوب باز ماندن بلکه مرکزیت اصلی اعتراض زنان و دختران در افغانستان باشند چون حقیقت سیهام همیشه تمرکزی و بوده که صدای خفخان شده دختران و زنان در افغانستان باشه پیام شما و خاص شما مشخص از ایالت هامبورگ، دولت آلمان چیست؟ ما سه سال داریم این درخواست اعلام میکنیم بسیاری از, در رابطه با امروز بسیاری از افرادی که در رابطه با تظاهرات امروز منظور؟ بسیاری از افرادی که ماین به دلیل بربریت و خفقانی که داخل افغانستان وجود داره از افغانستان خارج بشن و مهاجرت کنند به کشورهای همسایه یا کشورهای اروپایی که جای امنی به دست بیارند این کشته شدن اونها در سر مرزها خلاف حقوق بین‌المللی و استانداردهای های بین هست نه تنها کشته شدن بلکه اجهاف حقوق اونها در تام کشورهای همسایه در یونان در ترکیه حتی در آلمان یعنی بسیار مهاجران اینجا هستند که دنبال حق حقوق از دست رفته خود هستند یک سوال دیگه که مطرح است خب آلمان هم بسیار از مهاجرین را اخراج کرد چندی پیش از این کشور به افغانستان و وضعیت مهاجرین به خصوص به ویژه مهاجرین افغان خیلی وحشتناک بعضی از کارشناس ها برای باور هستن که هستن چطور فکر میکنین؟ آیا میتونه که این روند و این کارها به بهبود وضعیت مهاجرین افغان در آلمان هم کمکی شود؟ صد در صد آقای جویا ببینید اگر ما ساکت باشیم و سکوت کنیم خود خیانته باید حتما انجمن ها سازمان ها نامه های سرگشاده به افرادی که در رأس سازمان های بین قرار داده قرار دارن نامه ها نوشته بشه اعتراضات همچنان ادامه پیدا کنه چه به صورت خیابانی چه به صورت فردی چه به صورت گروهی و همگی و پاکیزان چون میفهمید شاید داخل افغانستان بسیار بده اونایی که داخل افغانستان هستن هیچگاه نمیتونن بلندشان و اعتراض کنن ما که خارج از افغانستان هستیم مسئولیت داریم که صدای اعتراض مردم باشیم در داخل افغانستان سپاس از شما خانم ساغری یکی از اشتراک کنندگان و برگزار کنندگان این تظاهرات روز پنجشنبه شنبه سخنگوی اداره طالبان در واقع اعلامیه ای را نشر کرد که در آن گفته شده فقط دو نفر از مهاجرین به واسطه تیرباران و بومگذاریها ها کشته شدند و شماری هم زخمی این در حالی است که منابع حقوق و بشری در ایران گفتند که 13 جسد فقط در بیمارستان رازی در سر مرز آمده و تعدادی جسد هم به شفاخانه های هرات و نیمروز منتقل شدند حالا این وضعیت به اینجا رسیده و هیچ کدام از دولت مردان دو کشور موضع مشخصی ندارند و یا حداقل صحبت های ضد و نقیزی داشتند باید منتظر بود تا خانواده های کشته شدگان چه میگویند بهرام رئیس جویاز حضور در برنامه سپاسگزار است چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه میگوید آمریکا و متحدانش به دنبال از سرگیری حضور نظامی در آسیا میانه وزیر خارجه روسیه که در نشست بین المللی امنیت اوراسیا در شهر منسک بلاروس صحبت میکرد افزوده که امریکا و متحدانش پس از 20 سال حضور در افغانستان یا به گفته او اشغال افغانستان از این کشور بیرون شدند اما باز هم میخواهند در روند تثبیت اوضاع در این کشور مداخله کنند سرگی لاوروف در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده منابع به افغانستان انترنشنال می گویند که شورای عالی مقامت ملی برای نجات افغانستان به نشست پروسه گفتمان ملی, ملی در ترکیه نماینده نفرستاده است به گفته منابع برگزار کنندگان نتونستند قناعت رهبری شورای مقامت ملی را به دست آورند نشست پروسه گفتمان ملی به ابتکار شمار از چهره های سیاسی دیروز در استانبول آغاز بکار کرد برنامه جهانی غذا اعلام کرده که 22 کشور جهان از جمله افغانستان در معرض افزایش ناامنی غذایی قرار دارند این سازمان هشدار داده است که درگیری ها بحران اقلیمی و فشارهای اقتصادی در ماه آینده میلیون ها نفر را با خطر گرسنگی روبرو خواهد کرد در اعلامیه برنامه جهانی غذا آمده که احتمال می رود وضعیت کشورهای در حال بحران در شش ماه آینده وخیم شود بنی وکسلر گردشگر اسرائیلی که اخیراً از افغانستان بازدید کرده میگوید مردم این کشور در فقر شدید به سر میبرند او که حالا از افغانستان خارج شده با نشر ویدیو چشم دیدهایش را از افغانستان زیر اداره طالبان بیان کرده او میگوید هنگام رفتن به افغانستان بسیار ترسیده بود از همین رو افراد طالبان را تعریف و توصیف میکرد به کشه تا اینجا مردم در فقر شدید زندگی می کنند برای به دست آوردن لقمنان گدایی می کند و بسیار در وضعیت فاجعه قرار دارند اما از طرف دیگر اینجا زیبایی هایی دارد که من هیچ جای دیگر ندیدم وقتی خروج از افغانستان بکسم را برای بررسی باز کردن داخل بکس آشیایی داشتم که روی آنها ایبری نوشته شده بود کتاب نماز یهودی هم داشتم فکر کردم که همه چیز تمام شده و دیگه از اینجا خارج شده نمیتوانم با صدای بلند شروع کردم به توصیف طالبان. این که چی آدم های خوبی هستند. دنیا برایشان تروریست می گوید. ولی من فقط خوبی دیدم. ماموران خیلی خورسند شده بودند. بکسم را آرام بستم و خارج شدم. این برایم وحشتناکترین لحظه بود. نگاه دوباره به سرخط خبرها. تخطی های حقوق بشری طالبان در کانون توجه سازمان ملل ریچارد بنت گزارش خود را امروز به مجمع عمومی ارائه می کند. ادامه اعتراضات به کشتار ماجران افغان در جمهوری اسلامی شمار از افغان ها در شهر هامبورگ با تجمع اعتراضی خانه تحقیق شدند. صبح امروز انفجار در نزدیکی یک آموزشگاه دختران رخ داد که در آن فرزندان بیگناه ما شهید و تعداد هم زخمی شدند. انفجار مرگبار در بلوچستان پاکستان هفت نفر به شمول پنج کودک کشته هفت تن دیگر زخمی شدند شهباز شریف محکوم کرد to... ایالات متحده اکنون یک کشور اشغال شده است و تجدید کارزارهای انتخاباتی در امریکا چهار روز مانده تا انتخابات ترامپ و هریس بر ایالتهای چرخشی متمرکز شدند در انفجار صبح جمعه در مستونگ بلوچستان پاکستان دست کم هفت نفر به شمول پنج کودک کشته و 17 تن دیگر زخمی شدند پلیس گفته این انفجار ناشی از بمب کارگزاری شده در موترسایکل بوده و در نزدیک یک مکتب دخترانه رخ داده شهباز شریف نخست وزیر و برخ از مقام های دیگر پاکستان این حمله را محکوم و تروریستی خواندند تا کنون مسئولیت این حمله را فرد و یا گروه به عهده نگرفتند نقیب بیان با جزئیات بیشتر موتر متلاشی شده پلیس پاکستان در شهر مستونگ همه های شهر کویتا مرکز ایالت بلوچستان نتیجه یک انفجار مرگبار مردم محل سراسیمند و اینجا هم بقایای موتر سایکل که گفته می شود بام در آن جاسازی شده بود مردم مقامات پاکستان را به سهلنگاری در تأمین امنیت متهم می کنند. انفجار در نزدیکی یک آموزشگاه دختران رخ داد که در آن فرزندان بیگناه ما شهید و تعداد هم زخمی شدند. مقامات تدابیر امنیتی کافی نمی گیرند. دولت دوربین های مدار بسته را در شهر مستونگ نصب کرده اما اکثر آنها به درستی کار نمی کنند شدت انفجار به حدی بود که شماره از ریکشاها را در نزدیک محل حادثه تخریب کرده بیشتر قربانیان کودکانند اما در میان آنها یک افسر پلیس نیز شامل است یک افسر پلیس در محل رویداد گفت انفجار زمانی رخ داد که دانش آموزان در حال رفتن به مکتب بودند. اما خبرگزاری فرانسه گزارش داد که هدف این فجار موتر پلیس بود که کارمندان واکسین فلج کودکان را همراهی میکرد. پرستیج حکومت نظامی و ملکی پاکستان سلمه وارد شده. پاکستانی که همزمان بعد از به قدرت رسیدن طالبان از 15 اگست سال 2001 در دو, دو یالت اول خیبر پختونخوا بعد از بلوچستان روزانه تقریبا با حملات شورشیان یا گروه های آزادی وقت دست و پنجه نرم کنند. در همین هفته یک گروهی از کارکنان واکسین پولیو در ایالت خیبر پختونخوا مورد حمله قرار گرفت که در آن دو مامور پلیس کشته شدند بلوچستان از مناطق ناامن پاکستان است اما حملات اخیر و افزایش شورشگری مقام های پاکستان را به شدت نگران کرده است. نقیب بیان لندن وزارت خارجه ایران کاردار سفارت آلمان را به دلیل تعطیلی کنسلگریهای های جمهوری اسلامی در آلمان اعزار کرده دولت آلمان در پی اعدام جمشید چارمت شروند ایرانی آلمانی دستور تعطیلی کنسولگری های جمهوری اسلامی را در این کشور صادر کرده مقام های تهران این اقدام برلین را خطی یکی از مهمترین مجرای ارتباط بین دو کشور ارزیابی کردند همکارم محمد سمدی از برلین با ما وصل است احمد چه واقعیتش اینه که خب تنش ها بین تهران و برلین هر روز داره افزایش پیدا میکنه و تا حدودی همیشه هم گفتش که داره پیچیده میشه برای اینکه واکنش ها مدام داره از سوی مقامات وزارت امور خارجه هر دو کشور به لحنهای متفاوتی گفته میشه بعد از اینکه خب هر سر سرکنسولگری جمهوری اسلامی به در, در واقع واکنش به اعدام جمشید شارمه تعطیل شده از سوی دولت فدرال آلمان خب جمهوری اسلامی کاردار سفارت آلمان رو در تهران احضار کرد و بعد از اون هم خب یک بیانیه رو صادر کرد که از الفاظ بسیار تندی علیه مقامات آلمانی به وجه وزیر خارجه آلمان استفاده شده بود که صحبت‌های خانم بربوک رو شخصی که احضار کرده بود یعنی مدیر کل غرب اروپای وزارت خارجه ایران اظهارات خانم بربرگ رو سخیف دونسته بود و گفته بود که این اظهارات و اساس هستش و دور از نزاکت دیپلماتیک هست و خب امروز هم دیدیم که وزارت امور خارجه آلمان در واکنش به اقداماتی که از سوی جمهوری اسلامی در انجام میشه اعلام کرد که شهروندان آلمانی و دو تا ها به ایران سفر نکنند و او گفت که ما بارها هشدار دادیم و اعدام جمشت شارمهد هم نشون داد که هر کس به ایران بره از اتباع آلمان دو تابعیت یا اتباع خود آلمان به گروگان گرفته میشه و بر همین اساس هم خواستار شد که کسی به ایران سفر نکنه از آلمان تا اطلاع بعدی و خب دیدیم که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم مجددا واکنش نشون داد و او اینطور ادعا کرد که ایرانی ها و کسانی که پاسپورت آلمانی دارند از سوی دولت فدرال آلمان محروم شدن با تعطیل شدن این, این مراکز و از بعد جمهوری اسلامی نمیتونه که به این افراد که تعداد اونها رو هم ده هزار نفر اعلام کرده بتونه که خدمات کنسولی بهشون بده جدا از واکنش جمهوری اسلامی خوب میدانیم که تعطیلی کنسولگری های ایران در آلمان واکنش های زیاد رم در سطح بین داشته مهمترین واکنش چی بوده باید بگم که در آلمان هم سیاست مداران و هم افکار عمومی از این موضوع استقبال کردن استقبال هم بسیار گسترده بوده یعنی وقتی شما رسانه ها رو نگاه میکنید همه در این خصوص نوشتن و ابراز خورسندی کردن و ابراز گلایه از دولت آلمان اما خب اونچه که باید بگم که بسیار مهم است، افکار عمومی در آلمان هستش که تاثیر گذاشته بر مقامات این کشور و سیاست مداران هم استقبال کردن به طور خاص در پارلمان فدرال آلمان رئیس کمیته حقوق بشر و کمک های بشر دوستانه بستن این سه کنسولگری رو در هامبورگ، فرانکفورت و مونیخ رو یک اقدام مثبت دونسته و از گفته که از این کنسولگری ها برای سرکوب ایرانیان در خارج از کشور استفاده میکرده جمهوری اسلامی و این کار خیلی درست بوده و حتی از دولت فدرال آلمان خواستن که اقدامات بعدی رو هم انجام بده و پیشنهاد کردن که به لحاظ اقتصادی از جمهوری اسلامی فاصله بگیره چرا که به حال آلمان بزرگترین شریک اقتصادی جمهوری اسلامی در اتحادیه اروپا هستش و از طرف دیگه فشارهای دیپلماتیک رو دولت آلمان باید افزایش بده که زندانیانی که از آلمان در ایران هستن مثل ناهید تقوی اونها هم آزاد بشن و تاکید میکنن که جمهوری اسلامی گروگان گرفته این افراد و نکته بعدی که بر اون تاکید میشه هم در رسانه ها به طور خاص بهش اشاره میشه و هم از سوی سیاستمداران این هستش که خانم بربوک وزیر خارجه آلمان دیروز در صحبتهاش اعلام کرد که از اتحادیه اروپا خواهد, خواهد خواست که سپاه پاسداران دفرس گروه های تروریستی قرار بگیره حالا از وزیر خارجه آلمان درخواست میشه که خب حالا که گفته این اتفاق باید بیفته باید بیفته نه اینکه در حد تلاش و حرف باشه و باید سپاه پاسداران در فرست گروه های تروریستی قرار بگیره احمد سمدی از برلین سپاسگزار حضور در برنامه یک مقام ارشد حماس اعلام کرده که این گروه هر گونه پیشنهاد و بس موقت در غزه را نمی‌پذیرد طاهر نونو در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفته هماس خواهان توقف دائمی جنگ است و تاکید کرده که طرح آتش بس باید شامل پایان جنگ خروج اسرائیل از نوار غزه بازگشت آوارگان و بازسازی غزه باشد این مقام ارشد هماس همچنین افزوده این گروه تاکنون هیچ در درباره آتش بس دریافت نکرده اسوی هم رویترز به نقل از مقام های درمانی غزه گزارش کرده که در عملات روز گذشته اسرائیل به مناطق مختلف این باریکه 46 فلسطینی کشته شدند بر اساس این گزارش 16 تن از این افراد در حمله به دو ساختمان در اردوگاه پناهندگان نصیرات در مرکز غزه جانشان را از دست دادند در طرف دیگر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در فلسطین از این سازمان خواسته که بحران فلسطین را به عنوان نسل کشی طبقه بندی کند تاریخ خود را تکرار می کند. دیروز من دومین گزارش خود درباره نسل کشی را ارائه دادم. چرا؟ چرا اصرار دارم که آن را نسل کشی بنامم؟ زیرا اثبات نیت بسیار دشوار است. چرا از مرحله جنایت های جنگی و جنایت علیه بشریت پیش نمی روید؟ این یک نسل کشی است. اگر با یک پزشک مراجعه کنید و تشخیص دهد که سرطان دارید، اما به شما بگوید که تب دارید، مشکل را حل نمی کند. و همین امر هم درباره مردمی که مورد نسل کشی قرار گرفتند صادق است. زیرا این فقط یک مجموعه از جنایت های جنگی و جنایت علیه بشریت نیست که فلسطینی ها تجربه می کنند. آنها در طول زندگی خود به عنوان یک ملت جنایت های جنگی و جنایت علیه بشریت را تجربه کردند. از سوی دیگر در ایران حسین سلامی فرمانده کل سپاه پازاران بر حمله دوباره جمهوری اسلامی به اسرائیل تاکید کرده سلامی گفته اسرائیلی ها فکر کنند با پرتاب چند موشک میتونند تاریخ را عوض کنند اما جمهوری اسلامی پاسخ غیرقابل قابل تصور بنها خواهد داد در دریای از آتش زندگی کنید شما کوچک هستید شما حتی جایی برای فرار ندارید به آینده خود بنگرید شما فکر می کنید می توانید با پرتاب چند موشک داستان تسلط یک قدرت بزرگ به نام اسلام را تغییر دهید شما در وعده صادق دو دیدید آسمانتان چگونه شکافته شد دیدید سپر موشکیتان چگونه عمل کرد این بار هم به خطا دست زدید پاسخ آن را خواهید چشید غیر قابل تصور چهار روز فقط چهار روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کارزارهای انتخاباتی نامزدان هم به شدت جریان دارد کاملا هریس نامزد دموکرات و دونالد ترامپ نامزد جمهوری بر ایالت کلیدی تمرکز کردند هر دوی آنها امروز برای جلب توجه رای دهندگان به ویسکانسن می روند معاونان آنها هم قرار است به میشیگان بروند دونالد ترامپ دیروز در نوادا گفته که امریکا توسط ماجرین اشغال شده او به هوادارانش وعده رهایی امریکا از این بحران را داده ایالات متحده اکنون یک کشور اشغال شده است باورتان می شود باید بگویم که ایالات متحده ما یک کشور اشغالی هستیم But it will soon be an occupied country. اما به زودی یک کشور اشغالی دیگر نخواهیم بود. پنج نوامبر 2024 روز آزادی برای آمریکا خواهد بود. <applause> روز سهشنبه باید بیستید و به کاملا باید بگویید کافی است. از این بیشتر قابل تحمل نیستید. او وحشتناک است. او بدترین معاون رئیس جمهور در تاریخ کشور ماست. روزی که قدرت را به دست بگیرم تهاجم مهاجران به پایان خواهد رسید و بازسازی آغاز خواهد شد. به باور من این بزرگترین مشکل است. همکارم صدف امیری از واشنگتن با ما وصل شده. صدف دیده میشه که بازار بسیار گرم شده. طرفا تلاش دارن که اعتماد رای دهنده ها را دریافت بکنن. ترامپ چی گفته در نوادا؟ گپاش مهم است. دقیقا که همین گونه از بهرام فقط چهار روز دیگه به برگزاری انتخابات در ایالات متحده آمریکا باقی مانده امروز تاریخ اول نوامبر است بعد به تاریخ 5 نوامبر قرار است که مردم آمریکا به پای صندوق‌های رأی برند و فرد بعدی را برای را رأی یافتن به کاخ سفید انتخاب کنند که مشخصا آقای ترامپ و کامل هریس است در همین جریان و در لحظاتی که کمتر مانده به روز برگزاری انتخابات رقابت ها بسیار شدید شده کارزارهای انتخاباتی همچنان جریان داره ولی در آخرین روزها تمرکز هر دو نامزد به ایالت های چرخشی و کلیدی که نقش اساسی را در تعیین سرنوشت انتخابات به عهده دارند بیشتر شده اما قسمی که خودم در متن خبر اشاره کردی دونالد ترامپ دیروز به نوادا رفته بود و کامل هریس به فینیکس اریزونا رفت و در اونجا در میان هواداران خودشان حرفایی را مطرح کردند در ضمن نزدیک ترامپ با ایالات متحده ای آمریکا را یک کشور اشغال شده با انبوه مهاجرین غیر قانونی خلم داد کرد چون در جریان هستیم که مسئله مهاجران غیر قانونی و این که ترامپ برنامه با اخراج دسته مهاجران داره یکی از مسائل بسیار زیاد کلیدی است که همواره در کمپاین های انتخاباتی خود و های انتخاباتی خود از او استفاده کرده در نوادا هم که یکی از ایالت هایی است که بحث مهاجران غیر قانونی بسیار به مردم نوادا مهم است باز هم تاکید بر داشت که بعد از ای که او به حیث رئیس جمهور آمریکا انتخاب شوه آمریکا را از اشغال این مهاجران غیر قانونی پاک خواهد کرد و نجات خواهد داد بر علاوه از او باز هم به هوش و ذکاوت کامل هرس حمله کرد طبق معمول که هر دو نامزد در این کارزارهای انتخاباتی در روزهای گذشته هم در مورد همدیگر نظریات شخصی مطرح کردند گفت که حتی هیلری کلینتون از کامل هریس کرده هوشتر بود و گفت که در کامل هریس یک چیز کمی وجود داره ما در جریان بودیم در روزهای گذشته هم که آقای ترامپ از حمله شخصی به کامل هریس چه وقت با نورزیده و هر مسئله ای که پیش آمده با توجه به او حمله کرده به کامل هریس و به مردم گفته که او واقعا شایستگی از زیر نداره که به کاخ سفید را پیدا کنه برای بعدی ایالات متحده ای آمریکا باشه و و دونالد ترامپ با تمرکز بر ایالت های کلیدی مسائل مهاجرت را همواره باستا به گسترده داده و خواسته که در این مورد بیشتر صحبت کنه بی تردید دیگه که کاملاریس هم دست روی دست ننشسته مصروف چی است و چی میگه کاملاریس؟ اما قسم که در متن خبر آمد امروز قرار است که به ویسکانسن برن هر دو نامزد اما در کارزار انتخاباتی که دیروز کامل حرس داشت به اریزونا رفته بود در فینکس اریزونا در میان هواداران خود صحبت کرد و باز هم اشاره به مسائل بسیار زیاد کلیدی از جمله بهداشت مسئله حق سقط جنین و همچنان حمایت حکومت بعدی بر رهبری او از طبقه متوسط ایالات متحده ای آمریکا است که و پایین آوردن بهای مواد خوراکی و از این مسائل که بیشتر مردم حداقل در فرصت فعلی نیاز به دارند دارن که از این برنامه ها بشنون بر علاوه از او, او هم مثل آقای ترامپ باز حمله به با آقای ترامپ کرد و گفت که حداقل در روز 5 نوامبر مردم دو انتخاب دارن انتخاب کنن که ما به کاخ سفید برام و من لست از برنامه هایی را دارم که بعد از راه یافتن به کاخ سفید باید اونا را انجام بدم و یا ای که آقای ترامپ به کاخ سفید را پیدا خواهد کرد اگر من نروم و او آدم است که لیستی از کسان را داره که از اونا انتقام خواهد گرفت پس به این اساس مردم آمریکا میتونن انتخاب کنن که از میان ما کی به کاخ سفید را پیدا کنه حالا چهار روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری نظرسنجی ها هم از نزدیکی هر دو کاندید به همدگر خبر میتن واقعا غیر قابل پیش بینی است که کدام یک برنده این انتخابات میشه اما اما قسمی که گفتم کارزارهای انتخاباتی به شدت جریان داره قرار است که امروز هر دو نامزد در میان هوادارانشان در ویسکانسن صحبت های را مطرح کنند و تمامی تلاششان را در روزهای پایانی میکنند تا مردم را قناعت بتن که به هر یکی از اینا رای بتن ولی باید منتظر بمانیم ببینیم که تا آخرین روزها نتیجه به نفع کدام طرف رقم میخوره صدف امیری از حضور در برنامه ابراز میکنم بدون شک که سیاست های رئیس جمهور آینده ای امریکا بر جامعه ایرانیان مهاجر در این کشور تاثیرات بسیار خواهد گذاشت ایرانیان امریکایی علاوه بر دقدقه های اقتصادی و سیاسی در درون ایالات متحده انتظار دارند که دولت آینده فشارهای بین المللی بر جمهوری اسلامی در این کشور را افزایش دهد. همکارم نیلوفر منصوری در این گزارش به این موضوع پرداخته انتخاب کاملا هریس و یا دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری بعدی آمریکا نتایج متفاوتی برای ایرانیان امریکایی به همراه خواهد داشت و بسته به دیدگاه های سیاسی و اجتماعی اهمیت این انتخاب ها برای آنان متفاوت خواهد بود. علاوه بر موزلات داخلی ایالات متحده از جمله شرایط اقتصادی که بر کسب و کار این ایرانیان گذار خواهد بود، مسائلی از جمله سیاستهای مهاجرتی و همچنین برخورد دولت آینده امریکا با جمهوری اسلامی از خواسته های اصلی این مهاجران ایرانی تبار است. امروز اومدم به محله ایرانیان یا همون بلوار وست وود در لس آنجلس تا از صاحبین کسب و کار و آبرین ایرانی که اینجا تردد میکنن نظرشون رو درباره انتخابات پیش رو بپرسم از اینکه چه بیم و امیدهایی دارند و به چه کسی در پنجم نوامبر رأی میدن. برای موندن آمریکا سر کارش حتما با ترامپ رای بیاره در غیر این صورت آمریکا دیگه هیچ وقت آمریکا نخواهد شد برای اینکه جمهوری اسلامی شاید یه خورده ضعیفتر بشه در منطقه خاورمیانه و به این کارایی که میکنه نتونه بتونه کمتر انجام بده کارای وحشیانه خودش رو حتما به ترامپ رای میدم به حال ایرانیا فکر نمیکنم برای ایران فرقی داشته باشه چون فکر نمیکنم دولت امریکا به خصوص برای ایران یا ایرانیا فکر کنه چرا همونطور که مثلا راجع به تانزانیا فکر میکنه یا برای دانمارک فکر میکنه خب برای ایران هم فکر میکنه ایرانیا فکر میکنن که به خصوص امریکا خیلی دوست داره ایران نجات پیدا کنه یا یه چنین نظرم همینه هر دو تاش مساوی به نظر من به نفع امریکاست. هر کدومش به نفع آمریکا کار میکنه نمیتونم بگم چه یه چه خوبه یه چه بد کدومش فکر به نفع مردم ایران باشه هیچ کدومش به نفع مردم ایران نیست سیاستش همیشه نگاه استعمارگرانه نگاه میکنم برای مردم ایران فقط اینا میتونم بگم ولی خب رأی دادن رو پس از شکلگیری جنبش زنزندگی زندگی آزادی و تنش میان اسرائیل و جمهوری اسلامی پس از جنگ در غزه ایرانیان آمریکایی در سراسر سر این کشور با صدای بلندتری از دولت امریکا خواستند که با حکومت ایران وارد معامله و مذاکره نشود اگرچه که هنوز گروههایی از جمله لابیهای رژیم در آمریکا به دنبال تعدیل تحریم ها و بازگشت دیپلماسی هستند اما مخالفان جمهوری اسلامی از مهمان تازه کاخ سفید میخواهند که با جمهوری اسلامی مماشات نکند و اعتراض مردم ایران را به رسمیت بشناسد نیلوفر منصوری لس آنجلس چند خبر کوتاه دیگر از جهان شمار جان سل سیل در اسپانیا به 158 نفر افزایش پیدا کرده مقامها گفتند که ده تن دیگر هم ناپدیدند و صدها تن دیگر در بین مدرهایشان گیر ماندند عملیات جستجو در شهر والنسیا که بیشترین آسیب را دیده ادامه دارد حکومت گفته که 500 سرباز و تجهیزات را به منطقه اعزام کرده در همین حال در برخ مناطق دیگر درباره جاری شدن سیل هشدار صادر شده وزیر خارجه کره شمالی گفت است که این کشور تا پیروزی در جنگ اوکراین در کنار روسیه خواهد ماند او روز جمعه در دیدار با سرگی لاوروف همتای روسش در مسکو گفت که اطمینان دارد روسیه در این جنگ پیروز می شود این در حال است که تایید کرده که بیش از 8000 نظامی کره شمالی در منطقه کروس که روسیه مستقر شدند کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید که مکنون 100 یا در 120 کشور جهان درگیری مسلحانه جریان مدیر عمومی این کمیته از فقدان اراده سیاسی سی برای میانجگری و پایان درگیری ها انتقاد کرده او عدم احترام کشورها و جناهای درگیر با حقوق بین الملل بشر دوستانه و کرامت انسانی را نگران کننده توصیف کرده نمایشنامه زیر عنوان نگاهمان میکنند با کارگردانی سیاوش طیب تاهر کارگردان ایرانی در تورنتو کانادا روی صحنه رفت این نمایشنامه زندگی در زیر زربین و محدودیت های از سوی حاکمان ایران را به تصویر میکشد تجربهای که شاید بسیاری ها در افغانستان زیر حاکمیت طالبان نیز با آن آشنایی دارند مسا مرتزوی در این گزارش این نمایش را به جزیات میدهد نگاهمان میکنند نمایشی به کارگردانی سیاوش طیب تاهر که نه شب هر شب به یکی از زبانهای فارسی و انگلیسی روی صحنه رفت روایتی به قلم نقمه سمینی که طرفداران تاعت رزان استقبال کردند. نمایشنامه نگاهمان میکنن 15 سال پیش نوشته شده. نمایشنامه‌ای که روایتگر داستان تهدید و سرکوب توسط رژیم جمهوری اسلامیه و هنوز مردم اون رو به صورت روزمره تجربه میکنند. در این اجرا مخاطب در سه پرده با موضوع زندگی در زیر زربین روبرو می شود که بسیاری از ایرانیان را وادار به کوچه اجباری می کند. من من دقیق نمی دونم شما چی هم من روایتی از نفوذ جمهوری اسلامی به زندگی مردم که از خصوصی ترین لحظه هایشان هم نمیگذرد گذارد. یه جوری که جاش نیفته دوره دانش مروارید بازیگر نقش نازی که در یک آزمایشگاه کار می کند همسر مستند سازی است که به دلیل فعالیتهایش زندانی شده بود. نازی. او در توهماتش کاراکترهای این نمایش را زیر میکروسکوپ تصور می کند. موضوعی که مروارید میگوید برای او مستاق زندگی در سایه جمهوری اسلامی است. همیشه اموشنال میشیم هممون هم با اینی که چندین بار و چندین بار تمرین کردیم و واقعا ناراحت کننده است ولی خب ات سیم تایم من خیلی خوشحالم که میتونم اینو به نمایش بکشم و نشونش بدم و زندگیش کنم که بیشتر درک کنن مخصوصا آدمایی که نیتیف هستن و اینجا زندگی میکنن دارم خفه میشم اینجا کارگردان این نمایش سیاوش میگوید یکی از اهدافش از انتخاب این سوژه و اجراهایی به زبان انگلیسی انتقال این مفاهیم به جامعه میزبان بوده من فکر میکنم که ما برای کامیونیتی ایرانی باید یه سری انتقال مفاهیم تولید کنیم تا از خیلی از هموطنامون اطلاعات بهتری کسب کنیم و همینطور نیتیف ها به عنوان همطور که هست کردن میزبانان در واقع این افراد احتیاج دارن اطلاعات بیشتری در مورد این مهاجران داشته باشن بلخص هنرمند ها دستن در کاران این نمایش همچنین با اجرای حرفه‌ای سعی می‌کنند نیاز مخاطبان تئاتر ایرانی را به تماشای آثار درخور در نظر بگیرند. آن هم در ارتباطی نفس به نفس با تماشاچی که میتواند در انتقال پیام بسیار تأثیر گذار باشد. <applause> محسا مرتزوی، تورنتو و در آخرین روز ماه اکتبر مراسم هالوین در تعداد از کشورهای جهان برگزار میشه اجازه بدین که تصاویر از این مراسم در نیویورک را با هم یک جا ببینیم расидем ба поёна хабарҳоин соат сапосгузори ҳамроҳиятон то дидори дигар бедрус